بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بچه های دوازدهم انسانی. میریم به سمت نهایی. من مجید پیروسنلو هستم، با سلام و درودی دیگر به شما این جلسه رو شروع میکنم. قبلا یک بار مزاحمتون شدیم، البته حساب تشریف باشیم، این حرفا نیستش. درس نسبتا خوبی خدمتون دادیم که انشالله دیدید، و اگر بار اوله که اینجا الان تشریف آوردید، دوستان عزیزم، من یک فیلم غیر از اینی که الان در خدمتتون هستیم رو با دوستانمون ضبط کردیم. خرداد و شهریور 1400 نمسالای نهاییشو برای بچه ها حل کردیم. پس عزیزان من، اون رو هم برید ببینید. اون کار با این مکمل همه. اگه اون رو نبینید، کار من تا حدی ناقص خواهد موند. من در اینجا نمونه سوال تو نمیخوام بدم. من نمونه سوالا رو تو اون فیلم دادم، تموم شده رفته. بچه‌ای هم که دیدن شاهدن. اینجا ما بنا داریم مهمترین مباحث کتاب که تو سالهای گذشته تو امتحانهای نهایی در این کتاب جدیدی که تألیف شده از سال 98 به این ور تغییراتی هم داشته بگیم، و جاهایی هم که تو نهایی نیومده ولی احتمال میدیم نقاط خطره بگیم به بچه ها. یعنی جاهای مهم کتاب بگیم. نمونه سوالاتی، یعنی دو نمونه سوال شهریور و خرداد 1400 برای بچه ها حل کردیم، پس اونو باید برید ببینید. ما دیگه نمونه سوال نهایی اینجا حل نمی کنیم. اینجا میخوایم بگیم چه نکاتی وجود داره، چی رو باید ببینید، و از هر بخش مهمی که اینجا دارم میگم تیپ های مختلف سوال میشه مطرح بشه. اصلا دست طراح بسته نیست. پاسخ تشریحی بلند بخواد، پاسخ کوتاه بخواد، جای خالی بخواد، صحیح غلط بخواد، بالاخره اینا رو کسی بلد باشه همه رو میتونه جواب بده. اگه کامل به صورت تشریحی بتونه جواب بده، صحیح غلطش هم میتونه جواب بده، جای خالیش هم به همین صورت. خب میریم دیگه اینجا متن کتاب درسی رو باهاتون بررسی میکنیم. از همون درس اول، هستی و چیستی. خب ببینید یه نکته بگم. قراردادمون تو این کارچه، یعنی اون چیزی که میخوایم برای خودمون قرارداد کنیم، این قانونی که میذاریم، مباحثی که من با هایلایت یا خط زیرش کشیدم الان بهتون نشون میدم از این به بعد، اینها جاهایی است که من احتمال دارم نقاط مهم باشه، ولی خب نمونه سال نهایی ازش نداشتیم. هرچند جای مهمی که تو کنکور هم میتونه بیاد، و این فیلمی هم که الان داریم خدمتتون میگیم، الان داریم صحبت میکنیم، به درد کنکورتون هم میخوره دیگه. طرح 20 قرار بود برای کنکورتون هم یه کاری بکنیم دیگه. این از این. و جاهایی که با مستطیل، حالا رنگ بگیم قرمز یا نارنجی پررنگ نشون دادیم، اونجا هاییست که دیگه در خود امتحان نهایی های سال گذشته به یه نحوی ازش سوال اومده دیگه. حالا نحوش مهم نیست، مبحث مهمه که باید بلد باشید. پس این قراردادمون رو داشته باشید. و این کاری که من الان میکنم بچه ها، این پی دی اف من اینو میتونم بذارمش دور، یه دونه کپی بگیرم ازش، یه نسخه اصلش رو از سایت آموزش پرورش دانلود کنم. رو کتاب خودتون این کاری که من رو این کتاب کردم و نکنید، با یه مدادی چیزی که بعدنم به کارتون بیاد، کتاب برای کنکور، علامت گذاری، هر کاری میخواید بکنید. نکردی هم نکردی دیگه، اون حالا خیر ایشالله. خب بسم الله بریم درس هستی و چیستی. آقا مبحث اولیه مهم، پس اینا مباحثی که تو امتحان نهایی نیومده بوده ولی به نظر مهمه. دو تا مفهوم هستی و چیستی اما وجود و ماهیت، اینا پرکار بردن خیلی، و معمولا هم با هم به کار میرن. اینم نکته است بدانید. خب ببینید، یه نکته خیلی بدیهی واضح هم هست ولی مطلب مهمیه. ما میدونیم تو اطرافمون یه چیزای واقعی وجود داره. اینجا جدا شدن از سوفسطاییان دیگه که میگفتن واقعیتی نیست، بر حسب نیازمون ازش استفاده میکنیم همین دیگه. پس یه چیزایی وجود داره، ما هم علم میتونیم بهش پیدا کنیم، نقطه جدایی از سوفسطاییانه. اینجا نگفته ها. خب اما اینجا، پس ببین الان دارم بهتون دوباره اون قرارداد رو نمیدونم کنم. اینجا که کادر اینجوری آوردیم بسته، این تو نهایی اومده با کودک با استفاده از کلمه اینا نشون میده که به چی اشیا، حالا حیوانات نه، کلا اشیا این داره وجودشون. خب پس این بخش نهایی، اولین تیکه ای که تو نهایی اومده بوده. حالا اینجا به صورت جای خالی ممکنه صحیح غلط بیاد دیگه، اینا رو گفتم بهتون. خب
بعد اینجا یه بحثی داریم بچه ها. ببین ذاتیاتشه، ذاتیات چی هستن؟ ذاتیه شی چه تعریفش تو کتاب اومده؟ ویژگی های مخصوص به خود اون شی که اون را از اشیاء دیگه، چیزهای دیگه، موجودات دیگه متفاوت و متمایز بکنه، به این میگن صفت ذاتیه شی. خب ماهیت چیه؟ بیان کننده ذاتیاتشه، اینم بدانید. خب نم گیر کرده برای ما. خب انسان در هر چیزی که مشاهده کنه دو جنبه میانه، موجود بودنش چیستیشه. اما اینجا دیگه بچه بخش نهایی، وجود وجه مشترک موجودات، ماهیت وجه اختصاصشون، این تو نهایی اومده بوده. حالا یکی از سالهای نهایی دیگه، من سالشو ننوشتم. در بخش قدم سوم ببینید جای مهمش اینجا هایلایت کردم به نظر خودم. چه کسی اولین بار مثلا توجه ویژه‌ای کرد؟ فیلسوف مسلمان فارابی، البته ابن سینا این راه ادامه داد. بعد نظریه ابن سینا به صورت کلی مهمه که هستی و چیستی دو مفهومن، دو جزء خارجی از یک شی نیستن، دو جنبه جدای خارجی نیستن. بعد مثالی هم زده حالا کتاب درسی و بعد بیان کرده ما یه چیزی بریم، یه موجود واحد فلسفی، حالا فقط آب نیست، هر چیزی، یک واحد فلسفی، انسان از هر چیز خارجی که بهش میگیم یه واحد فلسفی دو معنا و مفهوم مختلف میبره تو ذهنش انتظار میکنه. ولی من اینو قبلا هم تو اون فیلم قبلی هم یه اشاره هایی بهش داشتم، اون فیلم هم حتما ببینید. ما دو تا فیلم بچه ها ضبط کردیم، نه یه فیلم. خب و اما اینجا دیگه بحث نهاییه، در خارج دو امر جداگانه نداریم، آب و وجود یا هر ماهیتی فرق نمیکنه، جای آب هر ماهیت دیگه ای انسان اینا بذارید، دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک موجود هستن. پس یک چیز در خارج داریم، اون چیزی که تو خارجه ذهن ما دو تا مفهوم رو جدا میکنه، همش تو ذهن. حالا ذهنم که مغز نیست، بمونه. دیگر میرویم صفحه بعدی. خب ببینید این نظریه چیه؟ اسمش، اسمش مغایرت وجود و ماهیت. ابن سینا می رو حالا به صورت خیلی مشخص بیان کرده و بعد یه بحثی هستش، انواع حمله ها هست، حمل ذاتی شی بر خودش که در واقع اینجا مثلا مثال زده حیوان ناطق رو برای انسان حمل کرده. پیش نیاز فهم اینا درس شیشه منطق ها تا حد زیادی، البته اگه موضوع معمول اینا رو میفهمید کافیه. خب در اینجا میگه اجزای تعریفی انسان هستن حیوان ناطق، این ذات و حقیقتشو نشون میده. خب پس ذات انسان، این مثال ها اصلا کلا گفتیم ذاتشه ویژگی مخصوص اونه که ذاتیشه که اون را از چیزای دیگه جدا میکنه، حمل ذاتیشه بر اون بدون نیاز به دلیل این دیگه سالم تا نهاییه. ببین یا کنید یه سری نمونه سوالات نهایی داریم که یک چیزی رو حمل کرده بر چیز دیگه، میگه این حمل نیاز به دلیل داره یا نداره، باید ببینی ذاتیش هست یا نیست. این البته مثال عرفی ساده یه، مثلا حیوان ناطق، حمل حیوان ناطق بر انسان به دلیل نیاز نداره، چون همون حقیقت ذات خودش رو بر خودش حمل کرده. خب متوجه شدید؟ بعد اما مفهوم وجود رو بر هر ماهیتی حمل کنه نیاز به دلیل داره، چون دیگه وجود ذاتی هیچ چیزی نیست از این ماهیتی که میبینید، و از مفهوم وجود بر مفهوم انسان میخوای حمل کنی نیازمند دلیل هستی، چون وجود دیگه ذاتیه. ببین یا کن مفهوم انسان به عنوان یکی از چیستی ها، ماهیت ها با مفهوم وجود مغایره، مفهومی مغایرن، تو ذهن دوتا مفهوم میشن، رابطه ذاتی بینشون برقرار نیست. نه فقط مفهوم وجود، هر نوع ماهیتی رو بیاری وجود رو بخوای بهش هم بخشه، نه فقط مفهوم انسان، هر ماهیتی که دیگر بیاد بخواد وجود برش هم بشه حتما نیاز به دلیل داره. ببین حالا دلیلش حسی باشه، تجربی باشه، عقلی، از هر چیزی، این ماهیت ها چیستی ها همشون نسبت به وجود اینجوری هست. پس هر ماهیتی دیدی حمل کرد بر وجود باید دلیل بیاد. این احتمال سوالش هست، قبلا هم سوال دادن. اما بس تاریخی، این نظریه اسمش مغایرت وجود و ماهیته، پایه یکی از برهان، حالا برهان ابن سینا رو بهش میرسیم، برهان وجوب و امکان بود در اثبات خدا، این پایه، این مغایرت وجود و ماهیت پایه اون قرار گرفت.
خب و البته این فرق نهادن بین مفهوم وجود و ماهیت یکی از اساسی ترین آرا در تفکر اسلامی فلسفی در تفکر اسلامی. این اصل مقایرت وجود و ماهیت و توماس آکویناس، ببین دیگه اینا بحثای نهایی، اینا نمونه نهایی عینی داریم ازش، سالم تا نهایی. این بحث مقایرت وجود و ماهیت رو توماس آکویناس برد اروپا و این مثل ابن سینا که پایه برهانش قرار داد، اونم پایه برهانش قرار داد. توماس آکویناس کشیش بود دیگه، خب اونم پس دنبال اثبات وجود خدا بود و او با فلسفه ابن سینا آشنا بود. مثلا بگن اگه فیلسوفی که با اروپا با فلسفه ابن سینا آشنا شد تحت تاثیر او مثلا وقایت وجود و ماهیت چیکرد، توماس آکویناس. مکتب فلسفیش هم تومیسمه. خب دیدگاه های توماس آکویناس بیشتر وابسته متکی بود به ابن سینا، یه مقدار ابن رشد. خب از طریق این که فلسفه اینا رو آشنا شده تو اروپا مطرح کرد، فلاسفه قبل یه مقداری با اندیشه های فلسفی و عقلی ابن سینا و ابن رشد آشنا شدن و دوباره با ارسطو آشنا شدن. این ابن سینا سال نهایی بوده، یعنی اول رفتن بس که لقمه رو درست سر بچرخونن به جای اینکه خودشون مستقیم برن ارسطو رو بشناسن، چون یه گسست تاریخی رخ داده بود، از طریق ترجمه آثار ابن سینا و ابن رشد با ارسطو آشنا شدن. خب بودن، خب بریم مستقیم ارسطویی که خودش اروپایی یونانی بوده رو دوباره خودمون ببینیم. این هست. اما به کار ببندین، باز ببینید حمل کدام یک از محمول ها به موضوع ها نیازمند دلیل است. این سوال های مختلف میشه کرد، حمل ناطق بر انسان نیازمند به دلیل است. چرا نیازمند به دلیل نیست؟ چون اون ذاتی اون هستش، نیاز به دلیل نیست. حمل موجود بر انسان نیازمند دلیل است، چون موجود همونجور که تو متن کتابم بود ذاتی انسان نیست، نیازمند به دلیل. همینجور بگن آقا در قضیه مثلث سزاری یا هر چیز دیگه، حمل محمول به موضوع نیاز به دلیل داره یا نه؟ اگه ذاتیه باید بگی نیاز به دلیل نداره. چرا؟ چون جز ذاتشه یا ذاتیاتشه، نیاز به دلیل نداره. اگر نیست بگو باید نیاز به دلیل داره، حمله ضروری نیست و اینا، که اونو تو متن کتاب مفصل صحبت کرده، ما هم اشاره کردیمش. میریم بعدی. خب اینو باز تکرار همون حرفه، این باز هایلایت ها اینجا حالا رنگیشو عوض کردیم، ولی اینا هم باز همون چیزاست که به نظر خودم مهم بود. مفهوم وجود از مفهوم ماهیت چیستی ها جداست از ذاتیات شمرده نشه. اگه میگم تو پاسخ سوال قبلی چرا این هم نیاز به دلیل نداره، همینو باید بگی. خب بقیهش دیگه مقداری حرفای زده، ولی بسیاری از مسائل اساسی بشری که فلسفی هستن ثابت مونده. چند جور از اینا میاد که اینا حالا خیلی اینا بیشتر شاید بشه گفت بحث کنکوری به درد میخوره، سوالای اساسی که پیدا. اما این اقسام هم نسبت ها ببینا کن سزلی هم شده، شکل سزلی هم شده بر مثلث، نمیدونم سفید هم شده بر دیوار خانه ما، فرد بر عدد 8 حمل شده، خب اینها این حمل ها ببین یا کن چه نسبت هایی این مهمه. از اینا قشنگ میشه سوال داد، حتی از مثال بعضی اوقات از خود مثال کتابم سوال دادن، ولی طراح دستش بسته است حداقل تو این قضیه میتونه مثال از خارج کتابم بده، هیچ مشکلی هم نداره. کنکور که دیگه خیلی دستشون تو این قضیه باز. ببین الان حمله ببین یا کن هم به نحو ضروری و واجب چه جوره، زمانی که محمول ذاتی موضوع خودش باشه، یا اگر محمول ذاتی موضوع خودش نباشه حملش ضروری نیست، میتونه این حمل انجام بشه میتونه نشه، اینجوری به نحو امکانه. پس این نسبت های ضرورت امکان و البته امتناع رو هم باید یاد بگیرید که مثالاش تو همون بالایی که گفتم اون کادر بالایی هست. ببین یا کن در حالت امتناع چجوری نسبت امتناع برقراری ارتباط بین موضوع محمول غیر ممکنه، یعنی این محمول برای موضوع عقلا نمیشه حمل بشه. متوجه شدید؟ هم الان سوالی که میتونم بگم مثلا یه چیزی بدن، یه قضیهی بدن بگن رابطه موضوع با محمولش به چه نحو هستش، باید تعیین کنی به نحو وجوب یا ضرورت، امکانه یا امتناع. این نحو سوال میتونم بدم. و حتی خود رابطه امتناعی رو داشتیم که گفتن تعریف کن، که تعریفش تو بالا اومد دیگه، برقراری
رابطه بین موضوع معمول ممکن دید. خب از رابطه وجوبی و امکانی رو هم بخوان ازتون تعریفش باید بلد باشید. خب اما زمانی که وجود خودش به عنوان محمول قرار بگیره با موضوعاتش چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه، اونجا دیگه میشه ازش سوال کرد. مثلا بگی اینجا مثل این تعیین رابطه، بگن حمل وجود رابطه‌ای میان وجود با این موضوعات به چه نحوه؟ به نحوه ضرورت، یعنی باید وجود داشته باشن؟ به نحوه امکان میتونن وجود داشته باشن، میتونن وجود نداشته باشن، الزامی نیست، یا نه نباید وجود داشته باشن، امتناع، که این دیگه تمرین کتاب باید حل بکنید باشه. تا الان هم حتما حل کردید دیگه. و البته میگم باز الزام ندارن از این مثال کتاب بیان. و تعریف ممکن الوجود، واجب الوجود و ممتنع الوجود که الان در دل همینم هم هست، همینجا هم اومده، تو تمرین قشنگترش آورده، احتمال داره ازش سوال داده بشه. خب اینجا ببینید میپرسه این، پس این موجوداتی که الان وجود دارن، خب اینا ممکن الوجودن، پس میتونستن باشن میتونستن نباشن، الان چه حکمی دارن؟ یا اینا به لحاظ ماهیت و ذات خودشون ممکن الوجودن، با وجود رابطه امکانی دارن، میشد هم بشه میشد نشه، اما رابطه امکانیشون به ذات و ماهیتش همین اجازه داده که این علت اینها، اون چیزی که اینا رو به وجود آورده، اینا رو موجود کنه، در خارج به وجود بیان. بعد میگه حالت این چیزها، یعنی ممکن الوجودها، از این سوال داشتیم، مثل ترازویی که دو کفش در حالت تعادل. بعد باز دوباره میگه رابطه ماهیت انسان با وجود رابطه امکانی دیگه، برای همین نیاز به دلیل داره دیگه، و انسان میتونه باشه میتونه نباشه، به گونه ای نیست که حتما باشه، ذاتش هم نیست که حتما نباشه، یعنی ممتنع الوجود نیست، علت وجود برای اون انسان یا هر ماهیت دیگه ضروری میکنه و میشه واجب الوجود، موجود میشه. اما اینجا این مفهوم خیلی مهم داریم، واجب الوجود بالغیر. چی؟ اشیایی که الان موجودن، خب اینا ممکن الوجودن دیگه، اینا واجب الوجود هستن الان، یعنی ضرورت وجود پیدا کردن، اما در بلاز ذات خودشون ممکن الوجودن، به واسطه علت هاشون واجب الوجودن، نه به واسطه خودشون، به لحاظ در نظر گرفتن خودشون ممکن الوجودن، اینا علتشون بهشون یه ذرات وجود داره، اینا پس واجب الوجود شدن، اما بالغیر. غیر یعنی اینجا علت. خب اما تعریف ممکن الوجود به ذات، ممتنع الوجود، اینا رو ببینید. موضوعی که نسبت به محمول وجود رابطه حتمی داره چیه؟ واجب الوجود. موضوعی که نسبت به محمول وجود رابطه امکانی داره، ممکن الوجود. و موضوعی که نسبت به محمول وجود رابطه محال داره، یعنی محمول وجود نمیتونه بشه هم بشه، ممتنع الوجود. این هم یه تعریف سرراست از این سه تا مفهوم. نشد بنویسیم. خب هرچی. ای بابا. خب به کار ببندیشم، مطالعه کنید. حالا من از نهایی چیزی این تو ندیدم، ولی خب میریم سراغ درس سه. درس بسیار پر نکته، خیلی حواسات جمع دیگه، این بحث خیلی نکته داره. حالا اینا انسان از چی آموز، از چیستی و چرایی میپرسه حالا، ولی این صفحه خیلی، صفحه 14 کتاب، شاید بشه گفت حتما ازش یه سوالی میاد. ببین نکات مهم، اول یکی از کهن‌ترین مسائل فلسفه همین بحث علت و معلوله. اصلا شاید بشود گفت اولین مسئله‌ای که فکر بشر رو به خودش مشغول کرده که چجوری رابطه علت و معلول به چه صورته، و از ابتدای انسان دوباره علتیابی بوده و تلاش میکرده. اما تعریف علت چیزی که به چیز دیگری وجود میده، اون چیزو به وجود میاره، تا علت نامشون هم وجود داره. این تعریف علت ای خواستن. تعریف معلول چیزی که وجودش از چیز دیگه ای میگیره که همون علته، و در وجودش نیازمنده به اون، کامل وجودش از اون میگیره، قبلش نبوده، بعد از این وجود بخشیه به وجود میاد. خب اما تعریف رابطه علیت تا نهایی اومده، رابطه ایست وجود بخشی میان علت و معلول، یه رابطه وجودی، اینو مهمه، در اون یک طرف یعنی علت، به طرف دیگه یعنی معلول وجود میده. دقت کردی؟ اینجور. بعد نکته یک جالب اینجا، ریز نکته این صفحه زیاد داره، کلمه چرا باستابی از درک کدوم رابطه است در ذهن انسان؟ علیت. وقتی انسان میگه چرا یعنی چی؟ یعنی دنبال یافتن علت پدیده حادثه. چرا یعنی به چه علت، علتش چیه؟
باز تأکید میکنم تو امتحانیه بده، رابطه علیت رابطه وجودیه. اگه خواستم بگن تعریف رابطه علیت، این رو هم شاید بتونید بگن. وجود یک چیز ضرورتا وابسته وجود دیگری. فرقش با روابط دیگر چیه؟ اینم سوال داشتیم تو نهایی. مثلا با روابط دیگه فرق میکنه، مثلا مثل رابطه دوستی نیست که در اون ابتدا دو فرد هستن وجود دارن بعد بینشون یه نسبت و رابطه برقرار میشه. نه، اینجا یه علت داریم فقط، کامل وجود معلول به وجود میاد. نه که یه علت داریم یه معلول، نه معلول نداریم، علت کامل معلول به وجود میاره. این نکته بسیار مهم. اما بحث منشأ درک رابطه علیت اینجا بحثای ریز مهمی داره. ببین اینکه چجوری این مفهوم رابطه علیت وارد ذهن انسان شد. دکارت نظریش اینه که میگه آقا این بدون دخالت تجربه بوده، جز اصول اولیه است. انسان به صورت فطری یعنی مادرزادی اینو داشته. با درک رابطه علیت هر انسانی به دنیا میاد، درکش هم نیاز به تجربه آموزش نداره. اصلا اینو میپذیری پای هر تجربه میشه. اما به هر حال مصداقهاش رو در عالم واقع با تجربه آموزش رو اینا باید به دست بیاری. پس نظریه دکارت اینه که اصلا مادرزادی اینو روتون دارید به دنیا میاد. تجربه گراها خب بحثشون اینه که اساس همه معرفت ها تجربه است دیگه. میگن ما چجوری مفهوم علیت به دست آوردیم؟ میگن از طریق حسمون توالی، یعنی پشت سر هم بودن یا همزمانی پدیده ها رو دیدیم، بعد گفتیم رابطه ضروری رو پیدا کردیم بینشون. با حس اینو فهمیدیم، اینو درک کردیم و بنا نهادیم. خب مثلا دیدیم آقا زمین همش با آمدن خورشید روشن میشه، با ناپدید شدنش هم تاریک میشه. این دوتا رو فهمیدی؟ این بهش گفتیم این رابطه ضروری وجود داره و اینو گفتیم پس این اینو به وجود میاره از پشت سر هم اومدن از حس و تجربه. اینجا این نکته بسیار مهم داره. نظر دیوید یوم، یوم تجربه گرا بود ولی اینجا با تجربه گرا در افتاد. گفت درست، اساس حس و تجربه است، درست، اما رابطه ضرورت بخشی علت به معلول، یعنی علت معلول رو ضروری میکنه و به وجود میاد، اینه نمیشه با حس درک کرد، با مشاهده حسی به دست نمیاد. اصلا باید یه راه تجربه دیگه اگه بتونی پیدا کنی، چون غیر تجربه هم قبول نداره. میگه آقا فقط جسم، راست هم میگه اینو، رنگ و جرم و حجم و این چیزها رو بفهمه. ضرورت بخشی و وجود بخشی خداوکیلی با چشم و حس و حواس پنجگانه میشه فهمید؟ نه. بنابراین این رابطه علیت خیلی پایه از نظر هیوم اینی که ما داریم نداره. میگه شما چون تکرار، ببین توضیح نظری هیوم مهمه اگه پرسیدن، مشاهده کردی طلوع خورشید و اینها رو، زمین بعدش روشن شد، این تو ذهنه، تو دهن ذهنه این افتاده، چنین منعکس شده اینجوری که یه رابطه ضروری وجود داره. نه، این فقط یه این انعکاس ذهنی تو بوده، تو ذهنت چیزی منعکس شده تو واقعیت که این نیست، معلوم است چیه. این تدائی که تو ذهنت شده اسمش تدائی میذاره. تدائی علیت یه حالت روانی ناشی از پشت سر هم اومدن یا همزمانی پدیده ها، یه عادت ذهنی، واقعیتی معلوم نیست اصلا داشته باشه. بنابراین این نظریه هیوم بسیار مهم. بچه اینجا دیگه یه ذره پیچیده شد. من گفتم این مستطیلای قرمز رنگ بحث نهایی، حالا دیگه خیلی دیگه قاطی شد، برای همین میگم شما کتاباتون رو خیلی شلم شور با نکنید، بفهمید چی شد. من خودم میفهمم چیکار کردم، اینجا توضیح میدم شما هم بفهمید ما چیکار کردیم. دقت کنید، چون من سه چهار سال تا نهایی های مختلف و اینجا ریختم روی این پی دی اف دیگه، حالا ببینیم چی در توش در میاد، همه نکات مهمش دارم میگم. خب از نظر فیلسوفان مسلمان چیه این مثلا؟ یعنی یه قاعده عقلیه، تجربی نیست، از تجربه گرها جدا میشن، اصلا خودش پایه اصلا تجربه است، درست. و نکته دیگه که میگن دانشمندای علوم طبیعی، این دیگه نکته ای که میگم خودم مهمه، به دلیل پذیرفتن اصل علیتی که میرن دنبال تجربه، هر تلاش تجربی مبتنی بر اصل علیت. خب اینجا از دکارت جدا میشن، میگه اینجوری هم نیست که انسان به صورت مادرزادی اینو داشته باشه، نه، بعد از تولد ذهن انسان شکل گرفت، شروع میکنه یواش یواش میفهمه یه چیزای بدیهی، مثل که وجود یه چیز با عدم اون چیز جمع نمیشه، یعنی که یه چیز نمیتونه هم باشه وجود داشته بشه هم نباشه، هستی و نیستی با هم جمع نمیشه، نمیشه هم خودش باشه یا هم غیر خودش باشه، هر دوش هم. به این میگیم اصل امتناع اجتماع نقیز، این دو نقیز هستی و نیستی با هم جمع نمیشن،
نمیشه هم باشه هم نباشه. وقتی اینو فهمی میفهمه که پدیده خود به خود به وجود نمیاد، نمیشه چیز خودش خودشو به وجود بیاره، چیزی نیست، بعد خودش که نیست هست بشه اون خود نیستشو به وجود بیاره، نه دیگه اون نیست، چیز دیگری اینو به وجود آورده. پس پدیده خود به خود به وجود نمیاد، هر پدیده‌ای که به وجود میاد علت میخواد، چیزی که به اون وجود میده، حالا اسم علتم ندونه معناشو که میدونه. خب پس ببین اگه این اتفاق بیفته یعنی چیزی خودش خودش به وجود بیاره، اجتماع نقیضه اینه، یعنی نیست باشه بعد هست بشه خود نیستش به وجود بیاره، اجتماع نقیضه این محاله. خب پس از اینکه اینو فهمید قضیه علیت خود به خود در میابه دیگه، پس از شکلی ذهن در که اصل اجتماع نقیضه، حالا دیگه میره دنبال علت یابی. بچه‌ای که سر و صدا میکنید سرشو برمیگردونه، صداش میکنید برمیگردونه، اون علیت رو در واقع یه جورایی فهمیده. خب نکته بسیار مهم بعدی، درست اصل علیت عقلی از نظر فیلسوفان مسلمان، اما علل امور طبیعی رو میخوای کشف کنی دیگه تو اون درونش حس و تجربه رو باید به کار ببری، ولی اصل علیت خودش از طریق حس و تجربه به دست نمیاد. بحث بسیار مهم بعدی، قاعده سنخیت علت و معلول. خب انسان اول میفهمه هر حادثه علت میخواد، تازه میفهمه هر علتی معلول مخصوص به خودشو داره و هر معلولی علت مخصوص به خودش صادر میشه، هر از هر چیزی پدید نمیاد، همه چی با هم از سمق هم مصانخت دارن. مثلا هم اگه از تو خواست آتش میسوزونه، درس بخونی قبول میشی تو امتحان، طرح 20 شرکت کنی انشالله حتما قبول میشی تو امتحان، و مثل این هم اصل سنخیت، واسه همه انسان هم طبیعی اینو قبول دارن، بر طبق همین هم کار میکنن. خب فیلسوفان این رو هم عقلی میدونن، تجربه گرا یا مجبورن بگن اینم تجربی اوناش که قبول دارن. خب اما نتایجش مهمه، انسان از هر چیزی آثار متناسب اونو میخواد دیگه، ویژگیهاشو میخواد بشناسه تا منفعت خودشو ببره، پس میدونه که از هر معلولی از هر علتی پدید میاد، این باعث میشه که از تجربه کمک بگیریم ببینیم هر چیزی علت چه چیزی، هر معلولی معلول چه علت خاصی، علوم به وجود میان. آمین. اصل سنخیت پشتوانه عقلی نظم دقیق جهانه، وگرنه نمیتونیم اون نظمی داره، نظم یعنی اون تکرار شوندگی هر معلول از علت خاص، نظم دیگه روتین داره یه سیستمی کار میکنه. اگه امروز آب رفع تشنگی میکنه، دلتون نخواد، بسم الله، سلام بر حسین، فردا نمیتونه رفتش که نکنه، این دیگه مثلا سنخیت زیر سوال میره، حتما همین آب کارش مثلا رفتش نگی، مثال بگم خاموش کردن آتشه، این از سنخ اونه، معلول خاص علت خاص، این نظم دقیقه جانج. و اساسا دانشمنده بر همین اساس میرن تحقیقاتشون رو پیگیری میکنن، دنبالش میرن. این البته ببین این متن کتاب باید خیلی دقیق تر از این حرفا بخونید، من دارم اون تیکرهای خیلی سنگینشو براتون میارم. خب باز دوباره تکرار، یا در ذات خودشون اشیا پدیده‌های موجود ممکن الوجودن، الان که موجود شدن وجود به وجود پیدا کردن خودشون نیست، علتشون اونا رو از حالت امکانی خارج کرده، وجود براشون ضروری کرده، شدن چی؟ واجب الوجود بلغیر. توجه شدی؟ اینه. پس الان که داریم صحبت میکنیم، آقا بحث بسیار مهم بعدی، وجوب علی و معلولی، ضرورت علی و معلولی، اون چی که به معلول ضرورت وجود میده چیه؟ علته. و معلول قطع نظر از علت، علتشو در نظر نگیری، اصلا امکان ذاتی داره، ذاتش ممکنه وجودی، میتونه باشه میتونه نباشه، علت که میاد نه باش وجودشو ضروری میکنه. خب ذاتش ماهیتش نسبت به وجود آدم مساویه، مثل اون دو قضیه کفه ترازو، با اومدن علت وجودش ضرورت پیدا میکنه، موجود میشه، اینه بهش میگیم این ضرورت بخشه علت معلول، وجوب علی معلولی، تعریف وجوب علی و معلولی یا ضرورت علی و معلولی اگه خواستم بلد باشید. بچه ها این خلاصه یعنی سه تا داستان، خود اصل علیت، اصل وجوب بخشی علت به معلول، اصل سنخیت میان علت و معلول، اینها نتایجشون، حالا اینا رو که حتما بخونید مهمه، تو کنکور هم خیلی مهمه، اینجا این ریزش
به صورت نهایی هم میتونه مطرح بشه. اصل وجوب بخشی علت به معلول یا ضرورت علی و معلولی لازم و نتیجه این اصل چیه؟ اینه که تخلف ناپذیر داریم، حتمیت در نظام هستی. اینجور نیست که حالا بگه معلول من علت باشه، معلول بگه من نمیام، تو بیخود کرده نمیای، تو باید بیای، نی دست خودت نیست. پس اگر ساختمانی رو بد ساختیم، ساختمانی یه روز میریزه. ایام فاجعه متروپول عزیزان ضرورت بود، اون ساختمون میریخت. اون انسانهایی که باید میدیدن و مسئول بودن فکر کردن این قاعده عقلی رو میشه دور زد. تخلف ناپذیر حتمیه. اصل سنخیت میان علت و معلول، نظم و قانونمندی معین و مشخص میان پدیده‌های مختلف، دسته‌های مختلف. آقا این میشه نتیجهش، اون میشه نتیجهش. چو بد کردیم مشو غافل ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. گندم از گندم بروید جو ز جو. و البته خب اصل علیت هم لازمش مهمه، منظور که احتمال ترسال هست، اینا هم که اصلا تو نهایی اومده بوده. بعد اینجا دیگه بچه ها این تابلو، این متن کتاب برداشت شد، این رو باید بلد باشید، احتمال سوال ازش هست. و این شعرهایی که تو کتاب اومده رو حتما دیگه باید بلد باشید چی به چی رب داره. این مربوط به اصل سنخیت. خب درس کدام تصویر از جهان درس مهم و پرنکته یه نظریه دموکریتوس رو همون اولش ازش میشه سوال کرد و سوالم کردن. یا یادتونه بچه تو فلسفه 11 نه پیش سقراطیان، فیلسوفان پیش از سقراط، تالس و هراکلیتوس و فلان و فلان، میگفتن ماده اولیه جهان چیه؟ این انگار رو وصل کنه به اونجا. میگفتن این دموکریتوس میگه ماده اولیه جهان یه سری اتم ها، ذراته، البته اتم به معنای فیزیکی امروز نه، ذرات بسیار بسیار ریزی هستن که اونا دیگه قابل تقسیم شدن و خورد شدن و تجزیه شدن نیستن، تجزیه ناپذیرن. و این اتم ها تو فضای بی نهایت همینجور میگردن، اونایی که مشابه همان یه اتفاقی یه فرتی به هم میچسبن و اشیاء جهان رو تشکیل میدن در نهایت. این نظری دموکریتوس، این سادهش گفتم، ولی متن کتاب رو بخونید و جواب بدید. سعی کنید تو امتحان تا میشود نزدیکتر به متن بگید و خلاصه مفید بگید، نمیگم حفظ کنید کتابو. باز اینجا در مورد اینا رو برای کنکور مهمه بخونید. اتفاق گفته اینجا نکته مهم به نظر من اینه که یکی از کار مهم فیلسوفان دقت تو مفاهیمی که عامیانه مردم عوام به کار میبرن و نقد کردن و بررسیش و تصحیح اصلاحش و تعمیق عمیق تر کردنشه. و مهمترین کتاب فلسفی ابن سینا و الهیات شفا، یا اون بخش الهیات از کتاب شفاست که الان در مورد این صحبت میکنیم. اما معانی اتفاق هر چهارتاشو بلد بشید که یکیش هم اومده اصلا. میگن معنای اول اتفاق، معنی دوم معانی سوم، اصلا بلد باش همه جوره اینا. والسلام. معنای اول نفی خود اصل علیت یا ضرورت علی و معلولیه، معنای دوم نفی سنخیت، معنای سوم نفی غایت و هدف در جهان، نفی علت و دلاله، معنای چهارم رخ دادن حادثه پیش بینی نشده. یه ذره چپترش کن دیگه، زمان بخون دیگه. اما تو بحث بررسی ها، اولا کسی معنای اول اتفاق رو اونجوری که پس از فیلسوفان کسی قبول نداره، اتفاق رو به این معنا، یعنی هم چیزی بدون علت یا به خلاف ضرورت علی و معلولی رخ بدهد، فیلسوف نمیتونه اینو بگه. یعنی علت کامل تحقق پیدا کرده باشه معلول نباشه، نمیشه. یا اصلا بدون علت معلولی رخ بده، نه نمیشه، اینو نمیشه. ولی مردم اینو میگن. چرا اینو میگن؟ و پس عموم مردم منظورشون از شانس اتفاق و این حرفا بخت و اقبال معنای اول اتفاق، یعنی نفی خود علیت یا ضرورت. علتش هم معمولا که از تمام اجزای علت آگاه نیست، فکر میکنن یه موقعهایی علت از معلوله نمیاد، پس میگن مثلا، یا میگن رابطه ضروری برقرار نیست، یا مثلا میگن بدون علت اومده. این به خاطر خیلی از موقع ما انسان ها سطحی نگریم، تقیب توقی خورد فلانی به یه جایی رسید. نه، تقیب توقی نخورد، یه علت هایی داشت، باید در بیاد. اما تعریف علت تامه و علت ناقصه جفتش همینجا اومده.
معلول از در مواردی که معلول از مجموعی از عوامل پدید هر یه دونه شون یا چند تاشون بدون یه کامل بشه علت ناقص است، مجموعشون علت تام است. و مثالم حالا نوشتن و اینجا گفته مثلا علت تام و ناقصش به چه صورته. خب معنای دوم اتفاق یعنی نفی صنفیت، اینم بسیاری از فلاسفه مثل ابن سینا و مولوی علامه طباطبایی و یه سری از فیلسوفان اروپایی قبول نکردن و این به معنای نفی صنفیته. وقتی اینو این کارو قبول بکنی این معنای اتفاقو دیگه نمیتونی نظم موجود ده. اینجا دیگه بس خط کشیدم دیگه حالا حال نکردیم هایلایت کنیم، خط زیرش کشیدیم. اینا هم نکاتی که به نظر خودم مهم اومده، مطالبی که تو نهایی اومده تا آخر این فایل همه داخل این چارچوب قرمزه. خب نظم جهان دیگه نمیتونی تبیین کنه به دانشمندان، حالا مثلا اگه قبول اینا تشویقشون کنن نمیتونه تشویق کنه به کشف علل پدیده ها، بی اعتباری همه علوم میشه دیگه، اصلا دیگه متناقض با هستی نظام، چون اصلا دیگه علم وجود نداره. شو بگی این علم یعنی کشف علت یه پدیده خاص دیگه، وقتی بینشون سنخیتی نباشه اون پدیده از هر علتی ممکنه رخ بده دیگه مثلا علمی دیگه وجود نداره. خب معنای سوم اتفاق خیلی مهمه، نفی علت نخستین یا آفرنده یا خداوند یا علت العلل دیگه و نفی غایتمندی جهان. چون میگه آقا این حوادث جهان هیچ حکمتی یه غایتی هدف مشخص نداره دیگه، در نهایت معلومه کسی اون بالا این سیستم رو درست نکرده که این به اون سمت بره. خب وقتی این غایت رو برای جهان قبول کنی فقط در صورت حرف درست در میاد که علت نخستین علت العلل یعنی آفریننده جهان که این جهان رو سیستمی درست کرده قبول کنی، وگرنه غایت نمیشه قبول کرد طبق بیان کتاب. خب اینجا خیلی مهمه، سه دسته گروه نظریه فیلسوفانه دارن. یه عده که گفتن آقا هم علت نخستین آفریننده داریم و غایت هم داریم و این معنای اتفاق هم قبول نداریم، همه حوادث جهان هم توی سیستم درست در یه جهت و هدف از پیش تعیین شده بودن، بسیار کمالش دهان داره میره کاملتر هم میشه. مثلا ابن سینا اینجوریه تو طبیعت شناسیش میبینید. یه دن گفتن نه ما خدا رو قبول داریم نه غایت رو برای حوادث قبول داریم، فرایندهای تکاملی هم مثلا اون چی که تو جانوران و موجودات یا حتی کهکشان ها اینا میبینید امر کاملا از پیش تعیین نشده و اتفاقی بدون هیچ قرض و هدف خاص بوده، همین جوری شده. منظور همین جوری شده یعنی بدون علت بوده نه، میگه برای یک مقصود خاصی رخ نداده، مثلا طرح و برنامه ای نبوده، باری به هر جهت بوده. یه دم میگن بابا ما خدا رو قبول نداریم ولی میخوایم غایت داشته باشیم. میگن یه هدف و غایت این جهان داره، روز به روز هم کاملتر میشه به اون غایت. مثلا اون غایت خدا نیست، خدا رو قبول نداریم. اینجا نظریهشون این پایین نقد شده، این دیگه تو نهایی نیومده که آقا قبول غایت برای جهان زمانیست که غایت قبل از پیدایش باشه، پس این باید باز همون خدا رو بپذیری در نهایت. و معنای چهارم اتفاق هم با هیچ یک از مسائل علیت و اینا مشکل نداره، فقط هم سرش اینه که ما علم ناقصی محدودی داریم و حتی میتونه کاربرد درست هم داشته باشه. من اتفاقی رفیقم رو دیدم اتفاقی نمیدونم چی، ما علل رو نمیدانیم چیه، نه اینکه بگیم علت نیست، اتفاقی دیدیم اینجوری شد اینجوری، یعنی بدونی که من اطلاع داشته باشم. این هم از این. اما گفتیم مثلا گندم از گندم برویت جوز جو و اصبر به سنخیته، اما این شعر از جمادی مردم و نامیشو بیدن این مراحل تکاملی نشون میده، نفی معنای سوم اتفاقی، نفی معنای دوم اتفاقی. این سوم یعنی بحث غایتمندی رو داره تایید میکنه. درس پنجم، خدا در فلسفه. خب این بچه ها ببینید، اولا مردم یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتن، اما اینکه خدایانی که اینجا زئوس، آرتمیس، آپولون اینا خدای چی بودن مهمه، ولی مثلا اگه سوال داشتیم پرسیدن مثلا کدومش خدای یونانی هاست، یکیشون نام بردن مثلا مزدا خدای ایرانی و تفاوتش تشخیص بدید، بس مهمه. و اینکه انکار اینا ترد از چی چی و چی چی داشت
و سقراط به وجود خدا یگانه اعتقاد داشت طبق گزارش افلاطون و میخواست مردم به این سمت هدایت کنه، ولی افلاطون بعدش دقت بیشتری تو بیانش به کار برد. جمله بسیار مهم: افلاطون ابداع کننده خداشناسی فلسفی است طبق بیان کتاب. و ویژگی خدا نزد افلاطون، یکیش این مهمه، خدا یک خدای معین با ویژگی روشن، این هاست بخونید. اما اینی که تو امتحان نهایی اومده این هست در سوی دیگر نوعی از هستیست که پیوسته ثابت است و فلان، این نه به این مفصلی ولی لازمه بدونید. یه موقع هست بگن خدا، بیان افلاطون در مورد خدا رو بگید، یا جای خالی هر جور مدل های مختلف ازش بدن. بنابراین این بیان افلاطون مهمه که چگونه به خدا میتوان رسید، خدا چگونه است، ویژگی و صفاتش بگن. نکاتی که تو امتحان نهایی نیامده ولی مطالب بسیار مهمی میشه تو امتحان نهایی بیاد، این بحث مثال خیره، همه چیز در پرتو اون داره حقیقت میشه، مثل خورشید، روشنایش مثل خورشید، مثل چیزای دیگه شبیه خورشیدن ولی خود خورشید نیستن، مثال خیر پس نمیشن، چیزای دیگه هم شبیهشن. صفت دیگه که میگه صانع آفریننده این عالم و میگه نظم جهان از وجود عاقل سرچشمه گرفته و این سخنش دلالت بر نظم جهان میکنه و اینکه ناظم جهان عاقل داره خرده. و مثال خیر و صانع، و صانع نام دیگهش دمیورج میگن، اینا نامهای خداست. دمیورج نکته جالبیه، همون نام خداست اما در مرتبه خلق جهان، یعنی خالقیت خدا، فعل الهی رو میگه، اما خود ذاتش به تنهایی مثال خیر میگه در موردش. و میگه زمانی که میگه خدایان، منظورش این نیست که اون مشرکه طبق بیان کتاب، میخواد با جامعه آتن ارتباط برقرار کنه که اونا مشرکن، و یه کاری میکنه مثال خیر یا خداوند توی جایگاهی باشه تو اندیشش که هیچ موجودی بهش نرسه و عملا نفی خدایان رو داره انجام میده. ولی برای مثال مهمی بود، اگه تو نهایی هم نه تو کنکور احتمالش وجود داره. ببینید سال داشتیم یکی از برهانهای ارسطو رو بگید، دو تا برهان تو کتاب اومده، برهان درجات کمال که میگه هر جایی خوبی هست، یه خوبتری هست، بهتری، خوبترینی هم هست، پس توی موجودات باید یه خوبترینی باشه از همه بهتر، این میشه برهان درجات کمال. حالا کاملش رو بخونید. و برهان حرکت، میگه وجود حرکت در عالم اولا داریم، حرکت معنی انواع تغییر، این یه تغییر دهنده محرکی میخواد که خود اون دیگه حرکت نداشته باشه، اگر نمیتونه ایجاد حرکت بکنه و همینطوری اگه نباشه اینجوری هی تسلسل عقلی ایجاد میشه که قوی ترش رو تو بیان فارابی، برهان فارابی که بهش میرسیم داریم. اما با صفاتی ارسطو برای خدا میگه شریفترین موجود، خیر و جمال و زیبایی و ضرورتن موجود، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود، محرک غیر متحرک تو برهانش گفت، دارای حیات، تغییر ناپذیر، یعنی اون حرکت ناپذیر، دارای عالین ترین اندیشه. بعد علاوه بر قبول موجودات غیر مادی که میگه موجود غیر مادی هم داریم، یکی رو برتر از دیگری و مبدا همه چی میدونه، و این بیان قویه تو خداشناسی. برهان دکارتو کامل بلد بشید، میگه آقا من یه تصور دارم تو ذهنم از یه موجود نامتناهی، نامحدود، دانا، توانا، که این هم من و همه چیزهای دیگر رو این خلق کرده، این تصور رو تو ذهنم دارم. خب این تصور رو که من نمیتونم خودم داشته باشم، من متناهیم، محدودم، نمیتونم تصور نامحدود داشته باشم، پس و موجودات دیگه هم همه متناهی و محدودن، اونا هم نمیتونه اینو تو ذهن من ایجاد کرده باشن، پس این تصور خود اون موجود نامتناهی تو ذهن من گذاشته، اون میتونه این رو به من بده و پس اون وجود داره. این بیان دکارت. دیوید هیوم چی میگه؟ ببین دیگه اینا نهایی خیلی، همین دیوید هیوم چقدر اصطلاحا بد بدنه. ببین اولا که کلا میگه دلایل اثبات وجود خدا مثل دکارت و اینا که فقط متکی بر عقل باشه رو بریز دور، به درد نخور، ما اصلا ادراک مستقل از حس و تجربه نداریم، معرفت و ادراک. مهمترین حرف شما فیلسوفان خدا شناس الهی خدا رو قبول دارید، برهان نظم. چرا؟ چون برهان نظم به تجربه متکی، از تجربه گرفته شده، شما با تجربه نظم جهان رو میفهمید. ولی برهان نظمم این اثبات نمیکنه ما یه وجود ازلی از ابتدا بوده بدون نیستی و عدم، از ابتدا وجود داشته و ابدی تا ابد هست بدون نیستی و عدم و نامتناهی بدون محدودیت، اینو نمیتونه اثبات کنه برهان نظم. برهان نظم فقط اثبات میکنه که شما یه ناظم، نظم دهنده داری و خالق، خلق کننده.
نظم دهنده و مدیری داری. اما ثابت نمیکنه این ناظمی که خلقم کرده همون خدایی که شما میگید خودش دیگه علت نمیخواد. از کجا معلوم شاید یکی اونو خلق کرده باشه؟ خالق ناظم نظم دهنده است، ولی اثبات نمیکنه خودش خلق نشده و وجودش ازلی از اول بوده، ابدی همیشگی هست. این حرف دیوید هیوم، اینم باید خیلی مهمه یاد بگیرید. و یه سری هم اینجور نبود، حالا هر کیم تجربه گرا بوده به خدا اعتقاد نداشته، اونا که تجربه گرا بودن خدا رو قبول داشتن، برهان نظم هم معتبر می‌دونستن و از همین هم استفاده می‌کردن برای وجود خدا اثبات کردن، برهان عقلی رو اثبات نمی‌کردن. کانت چی کار می‌کنه؟ ضرورت وجود رو از طریق چی اثبات می‌کنه؟ اخلاق و وظایف اخلاقی. اما برهانش مفصله، شما مختصری ازش بلد باشید، اینجوری هم ازتون نمی‌پرسن، در درونش ریز نکته‌ای ممکنه بپرسن. آقا اول میگه ما اخلاق داریم، وجدان اخلاقی همه انسان ها رو به سمت اخلاق میکشونه اینها. خب اما اخلاق زمانی که مسئول باشی و اراده داشته باشی، کسی که اراده و اختیار نداشته باشی که نمیتونه کاری بکنه. اما اختیار و اراده اینا دیگه بخشای این تا نهایی، ویژگی بدنت نمیتونه باشه که اون خودش ماده است، ماده هم تحت فرامین جهان دیگه فیزیک و اینا محدودش میکنه، جاذبه و قوانین اینا. باید یه نفس یا روح غیر مادی داشته باشه که فناپذیر باشه. این میتونه وجدان اخلاقی رو داشته باشه، این اختیار میتونه داشته باشه، این آزاده که کار اخلاقی انجام بده. خب وقتی اثبات کردی این چیزی وجود داره، این سعادتش در اینه، چون جهان که مادی، این غیر مادی، یه جهان ماورای مادی داشته باشین، جهان غیر مادی، تا اون این روح در اونجا به سعادت برسه. و این جهانم شرطش اینه که باید خدا این جهان رو به وجود بده که اونم جاودان و غیر مادیه دیگه، برای اینجوری خدا رو اثبات میکنه. پس میگه برای اینکه وجدان اخلاق و وظایف اخلاقی پشتوانه داشته باشه، باید خدایی وجود داشته باشه. اینجوری ضرورت وجود خدا رو انگار اثبات میکنه، نیاز انسان به وجود خدا رو اثبات میکنه، نه خدا رو. خب به هر حال اینا گفتیم نکتهشو. تعریف زندگی معنادار هم این هم انتهای درس آورده، زندگی معنادار و گفته مثلا دکارت و کانت چجوری زندگی رو معنا میدن که پشتوانه خدا داشته باشه. فیلسوفانی که از تجربه های به جای اینکه بحثای عقلی بکنن دیگه، میان از تجربه های معنوی درونی، عشق، عرفان و اینا برای اثبات وجود خدا یا برای باور به وجود خدا استفاده میکنن، چه کسانی هستن؟ کسانی مثل کرکگور، ویلیام جیمز، برگسون. ویلیام جیمز این نکته خیلی مهم داره، این تو امتحانی اومده، من معتقدم دلیل وجود خدا عمدتا در تجربه ایشونه ها، خیلی انسان شریفی هم بوده، در تجربه شخصی درونی ما نهفته است. این جمله از ویلیام جیمز چند بارم ازش فکر کنم سوال امتحانی داشتم. کرکگور این جملهش زیاد سوال شده، ایمان هدیه ای الهی خدا به انسان میده، هدیه است، نباید استدلال کنی، اصلا نیاز نداره استدلال کنی، انسانی که خدا دوستش داشته ایمان هدیه بده، اگرم دوستش نداشته باشه خاک دوستش، زندگی بدبختانه. و به هر حال این بحران معناداری، چون انسان ها نیاز به وجود خدا داشتن، باعث شد یه عده بیان میگن آقا اعتقاد به وجود خدا پیدا کن تا زندگی معنادار بشه و این مهمه. زندگی معنادار باز تعریفش اینجا اومده، این موقع اگه سوال کردم باید اینا رو بنویسی. بیان کاتینکام هم مهمه، میگه قبول خدا زندگی رو چیکار میکنه، مهمه. این تیکر هم یاد بگیرید، من حالا چون هی بخوام روخانی کتاب بکنم وقتمون میره بچه ها، نمیخوام فیلم انقدر طولانی بشه که حوصله نکنید ببینید بچه ها. ببینید در درس ششم این بحثای ایران و باستان ایناش مهمه، تیکایش مثلا خدا رو نورالانوار میدونستن با عرفان نامش نبودن، یه تیکه هایی ممکنه توش بیاد. و یه تیکه هم اینجا داره که آقا بحث فیلسوف در مورد دین اینجور نیست که الان لزوماً فیلسوف دین نباید داشته باشه، نه میتونید داشته باشه، ولی وقتی فلسفی که روش فلسفی این استدلال عقلی استفاده کنه. رکته بسیار مهم، فیلسوف لزوماً بدون دین نیست، کسی که بر اساس قواعد عقلی و استدلال عقلی نظراتش رو بیان میکنه و از عقیده دفاع میکنه و به اون عقیده پایبند میشه. اینا تو امتحان نهایی آمده بوده. خب اما فیلسوفان مسلمان برخلاف اون فیلسوفانی که دیدید، نظرشون اینه که آقا اثبات وجود خدا از طریق استدلال عقلی
امکان داره و میشود و انجام هم دادیم، میشود و میتوانیم. اما استدلال فارابی مبتنی بر چی؟ بر محال بودن تسلسل نامتنایی علت ها، یعنی سلسله بی نهایت علت ها که به یه علتی ختم نشود که اون علت خودش معلول نباشد. تسلسل علل نامتنایی هم بهش میگن. و دیگه حالا توضیحش دیگه اینجا مفصل بیان نمی کنم، ولی خود برهان فارابی باید بلد باشید. ازش سوال اومده، این برهان های فیلسوفا رو جدا باید بلد باشید، مقدماتشون همه رو باید بخونید. و حالا ببین، ممکنه بگی مقدمه برهان فارابی یکیش اینه که مثلا هر تا علت نباشه معلول به وجود نمیاد، درست. و البته دیگه این مبنای تسلسل علل نامتنایی منفصله، توضیحش فقط میخوام میتونم بگم نهایی ازش اومده. این برتران راسل تو نهایی نیومده، تو کنکور اومده، ولی حالا بلد باشید دیگه. برتران راسل میگه اگه چیز علتی داشته باشه خدا هم باید علت باشه. اینجا برتران راسل بیان این فیلسوفان رو نفهمید که اینا میگن هر چیز نباید علت باشه، هر موجودی نباید علت باشه، هر چیزی که به وجود اومده وجود نداشته وجود نداره اینا باید علت داشته باشه، ولی اینا متوجه این قضیه نشد. و برهان ابن سینا بسیار مهمه، اینا رو بلد باشید دیگه، لازم به توضیح نیست دیگه. آقا میگه آقا همون بحث موجودات این جهان، اونم فارابی از موجودات این جهان شروع کرد، نگاه میکنه اینا ممکن الوجودن، نسبت به وجود عدم مساوی ان، میتونن باشن میتونن نباشن، ذاتن ممکن الوجودن، ممکن الوجود به ذاتن به لحاظ ذاتشون، برای اینکه از تساوی در بیان یه علتی نیاز دارن که خودش ممکن الوجود نباشه، واجب الوجود به ذات باشه، این وجود یعنی ذاتیش ازش هم جدا نمیشه، پس نیاز دارن به وجود وجود از ذات امکانی در بیان. و اینکه اصلا کار نداره ابن سینا اشیاء جهان موجود جهان چه محدود باشن چه نامحدود برخلاف فارابی، اینا واجب الوجود به ذات نیاز دارن تا وجود پیدا بکنن و اشیاء این جهان واجب الوجود بالغیرن. سوال داشتیم، برگه زیر دستتون واجب الوجود بالغیر درست. و تعریف واجب الوجود به ذات، همون ذاتی که وجود برایش ضرورت داره، برات هم از نایه خود اونه نه از امر بیرونی، تعریف واجب الوجود به ذات اومده تو نهایی. و اینکه واجب الوجود از نظر ابن سینا تقسیم میشه به ذات و بالغیر، و نکته بسیار مهم، بر حسب ذاتشون موجودات این جهان ممکن الوجودن، اما الان که وجود دارن واجب الوجود بالغیرن، از واجب الوجود به ذات نشأت گرفتن، به اون وابستن، ضرورتشون از اون گرفتن. این هم از این. و این برهان بعدن برهان ابن سینا برهان وجوب و امکان نامیده شد. توماس آکویناس تو اروپا از این استفاده کرد، بهمنیار و خواجه نصیر طوسی میرداماد و شیخ بهایی هم تو جهان اسلام ازش استفاده کردن. اما استدلال ملا صدر رو ببینید، اولا نظریه امکان فقری یا فقر وجودی چیه؟ همه موجودات عین وابستگی نیازن، سراسر وجودشون این وابستگی گرفته، اینو بهش میگه امکان فقری. خب بر مبنای امکان فقری استدلال میکنه بر وجود خدا اینجوری، حالا استدلال هم نیست ولی بیانشه، اگه گفتن استدلال مولا صدر بر اثبات وجود خدا اینه. بعد پس موجودات از نظر مولا صدر چی هن؟ دو جور هم، بی نیاز و وابسته، نیازمند، بی نیاز و غیر وابسته، نیازمند و وابسته. بعد بگیم بر مبنای استدلال مولا صدر چی چیزی میفهمیم، مثلا از نظریه امکان فقری اینا، اینو میفهمیم که جهان هستی یک پارچه نیاز تعلق به ذات الهی، خودش هیچ استقلالی نداره، ذات الهی یک آنی یک لحظه پرتوشو بگیره همه چی نابود میشه. اما بحث معناداری ببینید، این میگه که فیلسوفان مسلمان میگن اول باید خدا رو به لحاظ عقلی قبول بکنید و باش ارتباط معنوی بگیرید تا معنادار بشه زندگی، نه مثل اون فیلسوفانی که میگن حالا تو فرض کن خدا هست، نه فرض نمی کنیم، واقعا هست، عقلی میفهمیم. وقتی این اعتقاد به خدا به زندگی معنا میده که انسان یه مرتبه بالاتر از زندگیش وارد بشه، از راه معقول هم این مطلب فهمیده باشه. و چی چیزی این رو به فیلسوف میده، این زندگی معنادار رو؟ پذیرش وجود خدا با صفاتی که داره، بپذیر خدا و صفاتش هم بپذیر، و معیارهای زندگی معنادار هم بلد باشید دیگه. 5 تا مورد اگه گفتن، 2 تاش هم بگید 3 تاش هم بگید، اینا بلد باشید، چند تاشو بگید. و اگه کسی نتونه اینا رو وجود خدا رو اثبات کنه، اینا رو هم به دست نمیتونه بیاره. اما تعریف عشق از نظر ابن سینا مهمه این قسمت، معنی عشق، تعریف عشق از نظر ابن سینا تو نهایی اومده بود بچه‌ها.
دیگه من جاشم مشخص کردم و البته به انسان اختصاص نداره و تمام جهان رو دربر میگیره. بازم تکرار میکنم برید اون فیلمی که ما نمونه سال نهایی رو ضبط کردیم ببینید، این نصفه میمونه کار من ها. دو نمونه سال نهایی خورداد و شهریور 1400 و درس به درس حل کردم، برید ببینید. اما بحث عقل در فلسفه، یعنی این مفهوم دین یاد ایمان نزد عرفان یاد شهود نزد فلسفه یاد عقل مهمه. مهمترین مدافعان عقل فیلسوفانن و چه تمایز انسان از حیوان هم عقل. تاریخ فلسفه هم با تاریخ عقل ناگسستنی و این تحولات عقل معنای عقل تو فلسفه هم اصلا گذاشته. اما دو عقل دو کار کردش تیتراش مهمه، عقل و دستگاه تفکر استدلال میشناسن فیلسوفان و همچنین موجود برتر متعالی. با کوگوک کدوم ابزار عقل کدوم عقل استدلال میکنن؟ عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدلال. و البته حالا خیلی مطلب داره ولی حالا من اینجا دیگه واردش نشدم، اینجا که بیشتر نهاییه شد نگاه میکنم. خب ویژگی های عقل به عنوان موجود برتر از ماده، از ماده و جسم مجردن در قید زمان و مکان اینها نیستن و حتی خدا همون عقل کن، اینها مهمه ببینید. و عقول حقایق اشیا رو شهود میکنن به مفاهیم استدلال مفهومی نیاز ندارن، علمشون از طریق استدلال نیست و روح انسان هم البته استدلال رستن بینه داره به تحذیب نفس باید برسه. اینجا بحث تاریخ مهمه، مثلا چه کسانی به هر دو کار کرده عقل توجه داشتن چه کسانی نداشتن مهمه. ببین فیلسوفان یونانستان هر دو کار برده عقل توجه داشتن، مخصوصا هراکلیتوس. این نظری هراکلیتوس رو کلش رو خوب یاد بگیر، میگه حقیقتی به اسم لوگوس داریم، هم به معنای نطق و سخن کلمه است هم حقیقت متعالی، بعد هر دو کار بردم توش به کار میبره دیگه، میگه هم ظهور و پرتو عقل متعالی و این کلام و سخن، همونجوری که کلام و سخن افکار انسان رو بیان میکنه با کلام ظاهر میکنه، اشیا و جهان هم ظهور اون لوگوس و اون حقیقت برترن. خیلی مهمه دیگه، هر دو رو کاور میکنه. اما ارسطو، ببین این عقل نظری، عقل عملی و علم نظری، علم عملی تعریفش رو یاد بگیرید و این تقسیم بندی رو چرا ارسطو بر چه مبنای انجام داد؟ بر اساس کاری که قوه عقل انجام میده، یعنی یه عقل که بیشتر ندیم. پس این یه تیکر کلا یاد بگیرید، عقل نظری، عقل عملی، علم نظری و عقل رو ذاتی انسان میدونست ارسطو. خب منظورش از نطقم همون عقل بوده و این ذاتی انسان بوده. اما در دوره جدید اروپا حدود توانایی عقل بحث روش بوده، مثلا در رنسانس عقل خیلی جایگاه بزرگی پیدا کرد، بیگانه مرجع بود. قبل ترش این دوره‌های حاکمیت کلیسا، دوره اول دوره دوم مهمه. دوره اول چی فکر می‌کردن؟ اصلا می‌گفتن عقل خیلی چیز شیطانی و بدی و فلان و اصلا خیلی چیز مهمه بلد باشه. تو دوره دوم تحت تاثیر چه کسانی رفتن سراغ مباحث عقلی؟ تحت تاثیر مطالعه کتاب ابن سینا ابن رشد و سایر فیلسوفان مسلمان. بعد نتیجه این کارشون چی شد؟ چون توجه به عقل و عقلانیت با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت، این به تدریج عقل‌گرایی رو قوی کرد، عقل جای دین رو گرفت، مسیحیت رفت حاشیه زندگی و قرار گرفت. جالب اینجاست نظری فرانسیس بیکن تو نهایی نیومده ولی خیلی امکان نهایی اومدنش هست به نظرم، اینو خوب یاد بگیرید اینجا. و نظری دکارت اومده، دکارت دیگه مثلا فرانسیس بیکن هم احتمال نه، ولی دکارت اساسا دیگه عقل معنای موجود متعالی قبول نداشت، اما توانایی عقل برای استدلال اینا رو قبول داشت، وجود خدا و اینا رو از طریقش استفاد میکرد، فقط دستگاه تفکر استدلال میدونست. آگوست کونت یا اوگوست کونت میگفت اصلا کار فلسفه، عقل تو تأسیس فلسفه یه کار ذهنیه، در ما به ازای بیرونی نداره، بنابراین ارزشی هم نداره، ساخته ذهنشونه، بنابراین در معنیشه که ارزشی نداره. کجا عقل فقط عقل به کار میاد در نظر آگوست کونت؟ فقط با تجربه هم دست بشه، به تنهایی نمیتونه بشه. و امروز در اروپا و در غرب هم
عقل تجربی بیشتر هست، قوی تر و مسائل ماوراء طبیعت اینا نمیتونن اثبات کنن. رد و اثبات منطقی هم فقط بحث ریاضیات. خب میریم سراغ درس هشتم. خب دوره این الان ریز نکته داره دیگه، الان این ریز نکته ها رو ازش گذر میکنیم. من الان این جزوه رو بهتون میدن بچه ها تو کانال چیز بارگذاری میکنن در جزوه اون فیلم قبلی، ولی فیلم ها رو ببینید حتما. اما مزدا نام خدای جهان آفرین تو ایران باستان میگفتن، با خرد اندیشه خودش جهانیان رو آفریده. اما دو شکل مخالفت با عقل خیلی مهم، مثلا تیتراش هم مهم. یه مثلا در شکل اول میگفتن عقل تو مسئله دینی کاربرد نداره، اینا نمونه سال نهاییش. خب شکل دوم مخالفت با عقل، این در مخالفت با فلسفه، نه حرفشون چی بود؟ گفتن این از یونان اومده، کسانی که عقیدشون با عقیده مسلمونی سازگار نیست به سقراط اینا رو داره. پاسخ فیلسوفان مهمه، حالا به نحو خلاصه بگید. دو تا مطلب دارن، میگن آقا بسیاری از این آموزه‌ها با آموزه‌های اسلامی سازگاره، بعدم فلسفه این یک بحثی است مربوط به هستی و حقیقت اشیا، این معنی پیروی از فیلسوفان نیست، بحث استدلالیه، میشه از نظرات دیگران استفاده کرد، در این حال نقدشون هم کرد. فیلسوفان مسلمان عمومشون هر دو کار کرد عقل و پس وجود برتر متعالی و هم قوه استدلال و ابزار شناخت رو قبول داشتن. نظرشون در مورد عقل من وجود برتر متعالی مجرد از ماده، حقیقتشون مجرد از ماده میدونستن. و از نظر اینا که درم جدا کردم اینو کن، از نظر فارابی اولین مخلوق خدا چی؟ مخلوق خدا چی؟ عقل اول. چه ویژگی داره؟ کاملا روحانی غیر مادی. و نکته جالب، عقول دیگه به ترتیب از عقل اول وجود داره، عقل اول، عقل دوم، عقل دوم، عقل سوم، عقل سوم همچنان تا ده عقل. اینا فوق عالم تمام ویژگی‌هاشون فیض خدا است، در اینا به عوام دنیا میرسن. شعرم مهمه، اشاره به کدوم کار کرده عقل داره. اما عقل فعال ازش زیاد سوال دیدیم، عامل فیض رسانی و عقل انسان است، به کمک این ادراکات انسان صورت میگیره به واسطه این و ویژگی‌هاش. و نسبت مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان چیه؟ چرا؟ این جواب مهمه، از این سوال چند بار اومده. اما ببینید، حالا این مسئله کنارش خیلی مهمه، تعریف این عقل‌های بالقوه، یعنی عقل حیولانی، بالملکه، بالفعل، بالمستفاد رو یاد بگید. اگه یه موقعی هم ازتون سوال کردن تفاوتش چیه، تعریفش رو بنویسی، همون تفاوت رو نشون میده. چون تفاوت جدا تو کتاب ذکر نکنه، همون تعریف ها رو بنویسی، یعنی تفاوتش هم ذکر کرد. خب پس هر کدومش رو جدا یاد بگیرید. یه نکته هم بهتون بگم، تو این مرحله عقل بالملکه است که رابطه علیت فهمیده میشه دیگه، چون بدیهیات عقلی مثل هر چیزی هم نمیتواند باشد، هم باشد هم نباشد، همون بس علیت فهمیده میشه. به عقل بالمستفاد سوال نداشتیم، ولی کاملا امکان داره ازش سوال داشته باشیم. خیلی اینا جاهاییست که احتمال داره دیگه، تنها دستش میرسه. ریز نکته‌ای مهمی داره، از نظر فیلسوفان مسلمان پذیرش هر اعتقاد نیازمند استدلال عقلی. از نظر اونها عقل برترین ابزار، بهترین ابزار برای تفکر در آیات و روایات. وحی رو عالی ترین مرتبه شهود میدن. البته باز میگن عقل، معرفت فقط به عقل منحصر نیست، حس و شهود هم معتبر میدونن. و سه راه رسیدن به حقیقت در موضوعات یکسان، استدلال عقلی، شهود و وحی، هم دیگر هم تایید میکنن. و حالا البته خب این ریزنکاتی که مشخص کردیم مطالعه کنید، برای کنکورتونم خوبه. اما آغاز فلسفه، این بحث حیات عقلی، حیات علمی، ببینید حیات عقلی شکل میگیره، بعد حیات عقلی حیات علمی رو شکل میده، و در زیر شاخه حیات علمی حیات فلسفی مهمه.
اولین فیلسوف مشهور مسلمان این از اون ریز نکته هایی ممکنه بیاد. ابو یعقوب آخر وقت بچه قاطی کردیم ما ارور دادیم. ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، کندی درسته بچه، کندی نگید. خب اما زمینه های رشد فلسفه، خود تیترهاش در جهان اسلام، خود تیترها هم احتمال سوال ممکنه باشه، ولی در درون این حیات عقلی و تعقلی مسلمان با ظهور اسلام، خود ظهور اسلام، تشکیل جامعه اسلامی آغاز شده، سوال تا نیومد. بعد عوامل زمینه ساز در قرآن کریم برای این قضیه، چون اینجا ببین نوشته دعوت قرآن کریم پیامبر به خردورزی زمینه اول، بعد اینا رو زمینه‌هاش دونه دونه گفته 5 6 تا، و تو تطبیق هم اینا گفته مثلا عددا رو بزنید میشه، حالا تو تست کنکور تو امتحان نهایی هم احتمال داره مثلا چند تاش سوال بدن، ولی تو کنکور خیلی بیشتره که مثلا میگن این به کدوم عامل بررسی میخوره. اینا مهمه، اینا رو هم بخونید جالبه. و زمینه دوم سوم اینها، این هنین ابن اسحاق هم بدونید مترجمتون دوره عصر نهضت ترجمه. و دیگه حالا فلسفه اسلامی سرشتش کاملا اولش استدلالی بوده و متکی بر آراء ارسطو، و چون ارسطو بیشتر بر قیاس برهانی تکیه داشته، اونم فلسفه اسلامی استدلالی شده، بیشتر هم بر فارابی ابن سینا متکی بوده، و چون فلسفه ارسطوی موثق اولش همون به صورت حکمت به نام حکمت مشاء میشناختن، اون حکمت اون فلسفه اسلامی هم به نام حکمت مشاء اولش شناخته شد. بعد ویژگیاش چیه؟ همون که صورت استدلالی کامل، الگو گرفتن از ارسطو، و حکمت هم اصلا فیلسوف مشائی چه میداند، یک فن یا علم استدلالی فکری انسان عالم به اون وجود اون چی که هست درک میکنه، این مهمه. به نظرم احتمال سوال داره. خب اما نکته جالب، تو درسته که فلسفه مشاء متکی بر ارسطو، فارابی هم یکی از بزرگترین فیلسوفان مشائیه، اما تو فلسفه سیاست دیدگاهش به افلاطون نزدیک، اینو داشته باشید. اینجا جالبه، یه کتابی داره الجمع بین رأی یا الحکیمان، یعنی جمع میان نظرات دو حکیم تو ماده آراء افلاطون ارسطو، نقاط مشترکش رو به دست آورده. یه کتاب دیگه داره فارابی، اغراض و ارسطو فی کتاب ما بعد طبیعی، یعنی ماده اغراض نظرات اهداف ارسطو رو شرح کرده، نکات بیشترش رو اون کتاب ما بعد طبیعی متافیزیک بیان کرده، و ابن سینا از روی این کتاب فهمیده ارسطو چی میگه. بعد لقب معلم اول برای ارسطوه، معلم ثانی برای فارابیه. علت معلم ثانی نامیدنش هم اینجا اومده. اما در فلسفه سیاسی، حالا اینکه انسان معدنی به طبع چیه اینجا نوشته شده بخونید، اما تعریف مدینه فاضله ازش سوال داریم. تشبیه مدینه فاضله به بدن سالم چرا انجام شده؟ وشش باعثش هم هر عضوی وظیفه خودشو داره و هر بعضی اعضا بر بعضی دیگه تقدم و ریاست دارن، این ازش سوال دادیم. ویژگی های رئیس مدینه فاضله خیلی مهمه، حالا همش هم بلد نموشید بخششو یاد بگید، خیلی مهم. و مدینه جاهل تعریفش، و اساسا میگن فرقش با مدینه فاضله همین دوتا تعریفش رو بنویسید کافیه، درست میشه. بچه ها اینجوری که من دارم میگم اینا صورت مختلفی ازش سوال شده ها، حالا نمونه سوال نهایی رو برید ببینید تو فیلم حل نمونه سوالمون، ولی دیگه اینا من هرچی نکته بود و آوردم دیگه، هرچی که دیدم تو این سوالات آوردم، انشالله که خیره. صفات ابن سینا حالا بعید میدونم دیگه این جای تاریخی سال بدن، تا الان ندادن، انشالله این بدم ندن، اذیت نکنن. روش ابن سینا چجوری بوده تو فلسفه، اما تألیفات ابن سینا همشو یاد بگیرید، چون از برخیش سوال دادیم. ببین کامل ترین مرجع حکمت مشایی الهیات شما، خب قانونم رو یاد بگیر، فرهنگنامه پزشکی اینا یاد بگیر، اینا رو باید بخونید. نجات بیان مختصری در فلسفه ابن سیناست.
انصاف رو بخونید، اشارات و تمهید، آخرین دیدگاه ابن سینا تو حکمت اشارات و تمهید، دانشنامه علی به فارسی، اینا دیگه چیز خاصی نداره توضیح بدم. اما طبیعت، اصلا یه تیکه این صفحه بعد طبیعت شناسی ابن سینا خوراک هم سوال دادن هم تست دادن. بنابراین بخونید، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن روی یار. اولا تعریف طبیعت از نظر ابن سینا اینجا میشه. علت نامگذاری طبیعت مهمه، ازش سوال داشته تا اینجا. بحث نظام احسن احتمال داره ازش سوال بشه، یا کنکوری یا امتحان نهایی. و اینکه خب طبیعتش به صورت کمال، اما نظر ابن سینا در مورد شرور در عالم، پدیده های تلخ شر که رخ میده چیه، اینجا مهم. آینا در کمال کلی عالم کمک میکنن، به این نظم کلی جهان تاثیر دارن، کمال نهایی طبیعت کمک میکنن. ولی الان ما متوجه میشیم این پازلی که ما، این پازل به نظرم کج و کوله است، ولی تو کلیت پازل رو تکمیل میکنه یه تیکش. خب این اون فیلسوفی که اتفاق به معنی سوم رو نفی میکنه بچه ها، قایتمند میدونه جهان، این خیلی مهمه این تیکه. حالا بیانش در مورد خداوند، چون میگه فقط به کشف روابط پدیده ها نپردازید، با رابطه این عالم با مبدعش رو بررسی کنید. ولی اینجا تأمل در رابطه طبیعت با ما برای طبیعت و خدا، انسان را از ظاهر پدیده ها دانشمند عبور میده، به باطنش میرسونه، به خشوع و خشیت، به تواضع میرسونه. این هم نکته کی خسته است؟ دشمن. آره دیگه بچه، اینا ما داریم میگیم نکات مهم رو بخونید، مرور. یعنی من اینجا سریع میرم، کتاب جلوت باز باشه بخون، این فیلم هم حالا میخوای پاوز بزن بخون، علامت بزن بعدم برو بخون. اینا این که حالا حکمت حکمت اشراق از چه چیزایی به وجود اومده، اینا اینجا بیان کردیم. و اینکه سهروردی نظرش در مورد استدلال محض یا شهود بدون استدلال چیه، نظر قطب الدین رازی هم مهمه، حالا تو تستا هم دیده شده. ولی اونی که تو نهایی اومده، مفهوم نور رو به جای مفهوم وجود وارد فرهنگ اسلام کرد. اینجا این تیکه خیلی مهمه. ببین میگه همه مباحث فلسفیش پیرامون نور و مراتبش، ظلمت درجاتشه. خب تعریف نور و لمبار، مبدع جهان و خالق هستی رو نور محض میگه، بهش میگه نور و لمبار. هر واقعیتی نور نور کامل مطلق، بعد در مورد خداوند توضیح میده. اما تعریفای این اصطلاحات جغرافی های عرفانیش، مشرق جهان چیه؟ نور محض یا محل فرشتگان مقرب که به دلیل تجربه برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیستن. مغرب کامل چیه؟ جهان تاریکی عالم ماده بهره از نور نداره. مغرب وسطا چیه؟ بین مشرق و مغرب، مغرب وسطاست، نور و ظلمت به هم آمیختن. اینا ازش سوال شده، تعریفاشو بلد باشید. من بعید میدونم واقعا همین جاهایی که ازش سوال شده هم کسی بخونه و نمره قبولی نیاره. حالا دیگه حالا کم کمشو دارم میگم. اما از این تعریف حکیم متعله بچه ها انقدر سوال دیم، به هر صورت جای خالی تعریف کامل این حرفا. طبقه‌بندی جویندگان معرفت هم مهم اینه، ولی این حکیم متعله و خیلی ازش سوال دیدیم. و اما درس ملا صدر، اولا دانشمند علم کلام بهش چی بگن؟ میگن متکلم. مثلا این چی هست کارشون؟ معارف دینی از طریق عقل و استدلال عقلی دفاع میکنن، منتها با فلسفه مخالفن دیگه، ضد فیلسوفه مونن. نکاتی داره اینجاها، مثلا نظری منصرده در مورد علم لدنین ها، ولی مهمترین چیزهایی که حالا خوبیش اینه که زمان برای مطالعه هم داره دیگه، مهمترین اثر فلسفی منصرده کتاب الحکمت المتعالی فی الاسفار الاربعه است، که حالا اسفار هم بهش میگن. این چیه؟ با الهام از سفر چهار مرحله عارفان این رو ایجاد کرده. آثار دیگه‌اش هم مهم، ما یه دید سوال دادن.
اما یه نکته بهتون بگم، اون سفرهای چهارگانه عارفان رو هر چهارتاشو باید بلد باشید. همینی که بلدید یه نکته بگم، این که کدوم مبحث ملا صدر تو کتاب اسفار با اون سفره کدوم ارتباط داره اینا رو بلد باشید، نه اینکه بیان پاسخ تشریح کاملا یا دیدی وصل کردن باشه، جای خالی باشه، دو گزینه‌ای باشه، ولی باید بلد باشه که جواب بده دیگه، بخونید پس. ولی از سفر اول رو کامل پرسیدن ازش، مثلا میپرسن ملا صدر مباحث عمومی فلسفه رو با کدوم سفر عارفان تطبیق داده، به حال اون تعریف سفر هم بگی، حالا اون سفر هم خودش عنوانش رو بگی، تعریفش هم بگی. باز اینجا دیگه مشابه سازی کنیم، سفر دوم میگه ملا صدر مباحث مربوط توحید و صفات رو با کدوم سفر از سفرهای عارفان چی کرد، حالا اون سفرها تعریفش هم مثلا بلد باشی. و باز همینجوری ملا صدر مباحث افعال خدا اینا با کدوم سفر، ببین دونه دونه اینجوری میشه مشابه سازی کرد. وقتی یه سوال رو داریم از روش میتونیم چند تا سوال شبیه به اون بسازیم. پس این سفرها رو تعریفش رو بلد باش عزیز من، و اینکه ملا صدر کدوم مبحث رو با هر کدوم از اینا مرتبط کرده، این احتمالا تو کنکورم یه حرکتایی بخوان روش بزنن. خب این که حالا فلسفهشو به چه بیانی مطمئن استدلالی بودنش و فلسفی بودنش دو مطلب هست، این مهمه. اما منابع حکمت متعالیه ازش مثلا گفتن دو مورد رو بگید، این چهار تاست، دو تا شاید نقل باید بلد باشی سوال شده ازش. اصول اولی حکمت متعالیه سه تا اصله: اصالت یا اصالت وجود، وحدت حقیقت وجود، و دارای مرتب بودن وجود. دیگه این سه تا رو باید بلد باشی. الان من اینا علامت هم زنیم. اصالت وجود، ببینید اول خود اصالت یعنی چی، معنی اصالت تو این بحث رو گفته، ولی اینکه اصالت وجود چیه، ببین اینجا اصالت ماهیت گفتیم. اولا یه توضیح خیلی مختصری بدم، آقا ما گفتیم وجود ماهیت دو مفهومن تو ذهن ما، با هم دیگه مغایرن، تو خارج یک چیز داریم، ذهن ما از این یک چیز دو مفهوم انتظار میکنه، وجود و ماهیت. الان حرف اینجاست، ملا صدر میگه این چیز خارجی خارج از ذهن مستاق واقعی وجود یا ماهیت، عالم و وجود پر کرده یا ماهیت. اگه بگی وجود اصالت وجودی هستی، اگه بگی ماهیت اصالت ماهیتی هستی. حالا به بیان کتاب، اون امر واقعی خارج از ذهن مستاق ماهیت نه وجود، اون چه واقعی ماهیت نه وجود، وجود صرفا مفهوم انتظار ذهنی اعتباری است، واقعی خارجی نداره. این میشه نظریه اصالت ماهیت، تعریفش خواستن همین میشه. کی طرفدارش بود؟ میرداماد. اصالت وجود چی میگه؟ میگه واقعیت خارجی به اضافه مصداق واقعی وجوده، پس وجود اصیله نه ماهیت. اون چی که در خارج وجوده، جهان چیزی جز حقیقت، جز وجود، حقیقت وجود نیست، میشه اصالت وجود. کی پیروش؟ خود ملا صدر. یا از این راحت تر این بیت هم اشاره به همون اصالت وجود داره. تعین ها یعنی ماهیت ها، امور اعتباریست. خب دومین اصل از اصول فلسفه مثلا وحدت حقیقت وجوده. بگی کار نزدتون تعریفشو بگن چی؟ میگه آقا واقعیت داشتن چجوری چی میکنه اثبات میکنه اینو، یا تعریفش چیه؟ واقعیت داشتن اصالت با وجود نماهیات، خب این اصالت وجود، وجود هم امر مشترک و واحده میانه همه اشیاء، پس حقیقت هم یکی بیشتر از جایی هم برای تکثر و واقعا مکثر بودن و غیر هم بودن واقعی تو جهان وجود نداره، یک حقیقت داره وجود. حالا و مراتب داشتن وجود، اینو بخوان ازتون یا با مثال میخوان یا بی مثال. مثالش همین کانون نور درخشان، همینم بگی احتمالا قبول بکنن، حالا خواستی توضیحاتشم بده. پس هستی حقیقت واحده، اما این حقیقت واحد داره درجه و مرتبه شدت و ضعف مثل کانون نور، دقیقا همینجوری سوال کرده بودن. حالا توضیح هم خواستی یه مقدارش بده، خیلی هم ندی. حالا خب باز نکته بعدی، در فلسفه صدرایی وجود محور مشایی بود، نور که از اشراقی بود، به هم دیگه میرسن یکی میشن، یک معنا بود. اینم سوال داشتیم باش. ما اینجا دیگه خیلی فقط نکات مهمشو داریم میگیم، توضیحات دیگه الان نمیرسیم بدیم، چون واقعا یک فایل امتحان نهاییه. نگید آقا سری گفتن رفت، واقعا بیشتر از اینم نمیرسیم بچه. درس دوازدهم ازش نمونه سوال امتحان نهایی خیلی خیلی کم دیده شده قبل کرونا،
اینها ازش چیز اومده. نمیدونم دقیقاً. و تعداد سال نهاییش خیلی کمه چون خوردیم به کرونا و حذفیات کتابا و اینا، هم کنکور ازش سال نیومده هم نهایی. ولی درس پرنکته‌ایه. بنابراین مرور لازم داره. هر چند نه اینقدر که وقتتون فقط رو این درس بذارید، درس دیگه هم مهمه. بارون بندی رو هم که خدمتتون میگیم، ببینید دیگه بر طبق همون بودجه بندی وقت بگذارید. خب یه سری فیلسوفان بعد از ملا صدرا رو اسمش اینجا آوردیم. مثلا استادان امام خمینی، اینو شاید مهم باشه، آثار امام خمینی رو یاد بگیرید. مثلا شرح دعای سحر سالم تنهایی بوده. معمولش اینه، مثلا میگن این فلان کتاب برای کیه، چون اسما زیاده، این رو یه مرور کنید که بدانید آثار ایشون رو با دیگران قاطی نکنید. سر و صلات، آداب و صلات و چیزهای دیگه. خوبی این درس اینه که برای مطالعش هم زیاده. ببینید درسی نیست که بگم واقعا همه جاشو، خیلیش حکایت گونه است اینا، ولی ریز نکته است توش میشه، و تو کنکور هم احتمالش زیاد. ببین مثلا استاد مرحوم آقای طباطبایی میرزالی های قاضی بوده، روش تفسیر قرآن به قرآن رو که الان بعدا تعریفش میکنه چیه، از همین ایشون گویا آموخته بوده. بعد اقدامات علمی فرنگی علامه، تیتر 3-4 تا این تیتراش هم یاد بگیرید. و مثلا موضوع کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم چیه، این یک دوره فلسفه اسلامی به سبک جدید با مسائل روز توش مطرح شده و مکتبای فلسفی به خصوص مارکسیسم توش نقد کردن. بعد متن کتاب از مرحوم علامه است، پاورقی ها اصطلاحا کامنت ها پایین ورق آردی پاورقی میدونید چیه دیگه، تو همین کتاب خودمون اینقدر پاورقی داره و خوشحالید که حذفیاته. پاورقی ها از مرحوم آقای مطهریه که البته بیشتر متنش هم پاورقی های مرحوم آقای مطهریه. اینا تیکه هایی که تو نهایی اومده، اینو باید بدونید این کتاب چیه ماجراش. نگاه تطبیقی به فلسفه داره. آثار دیگه علامه رو بدونید. ببین بدایت الحکمه یک کتاب فلسفی بوده برای سطوح اولی حوزه علمیه، نهایت الحکمه برای سطوح بالاتر تخصصی. باز میگم تیترار هم بدونید دیگه، کار اقدامات علمی فرهنگی علامه احیای تدریس و تفسیر قرآن هم هست. بعد روش تفسیر قرآن به قرآن، هر آیه از قرآن رو با کمک آیات دیگه تفسیر میکنه، نشون میده این کتاب آسمانی یک مجموعه کاملا منسجم و هماهنگه. بعد تو ارتباط با مراکز علمی فرهنگی دانشگاهی، هانری کوربن مهمه و اینکه کتابای شیعه و رسالت تشیع حاصل مذاکرات کوربن با علامه است، این هم بدونید خوبه. حالا شاگردان علامه رو، حالا دوستش مرحوم آقای مطهری رو بدونید مهمه، دیگران هم اگه تونستید بیاموز. اما شاگرد هم امام هم علامه مرحوم آقای مطهری که شاگرداشون بودن. باز رسیدیم به جایی برای مطالعه، چه خوب. اما بحث الگوی نظام فکری، ببینید یه تشبیهی کرده مثلا نظام فکری فرد به درخت، ریشش چیه، ساقش چیه، برگش چیه، اینا رو بخونید. بعد حالا از طبقه بندی آدم ها از نظر درخت اندیشه اولی زال نهایی بوده، کسایی که اندیشه ورز کمتر هستن، مقلدن و اینها، این داستان ها. و اون چهارتای دیگه هم به ترتیب احتمال طرح ازش هست و اون چهارمی که از همه بهتره میگه مرحوم آقای مطهریه. تقریبا حالا دیگه الان برای ذکر نمونه بعید میدونم، نه اینکه حالا نه حتما از این سوال بشه. خب عزیزان این مطالب مهم رو گفتم، نیاز داره چند دور مرور کنید. اگه لازم حالا این فیلم رو ببینید برای آشنایی با خود سوالات به چه صورتی مطرح میشه، حتما اون فیلم دیگرمونم، فیلم اولیمون که حل سوالات خرداد و شهریور 1400 هم ببینید، این مکمل همه این دوتا. من تو اینجا دیگه تقریبا از سال 98 به این ور تقریبا اکثریت یا همه نهایی ها رو تا اونجا که تونستم اینجا نکات مهمش رو گفتم. تیپ سوالات هم دو نمونه سوال هم حل کردیم، کاری بود که از ما برمی اومد تقدیم به شما عزیزان فرزندان ایران عزیزمون.
تقاضایی که دارم اینه که دیگه بشینید حسابی بخونید بی حول و واهمه. مهمترین نکات همینا بود و حتی اگه کسی همین بخشای دور قرمزی که تو نهایی اومده بخونم، به نظر من احتمال قبولیش بسیار بالا. حالا یه مقدار چربتر بخونید، یه قبولی مستحکم و قوی داشته باشید. برای نمره 20 البته باید کار بیشتری بکنید، بیشتر بخونید، بیشتر نکات مهمم گفتم، این فایلم در اختیارتون قرار میدیم، مرور کنید، باز مرور کنید و تو این دو سه روز که مانده انشالله که موفق خواهید بود. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم، از همتون التماس دعای خیر دارم و برای شما بهترین ها رو آرزو مندم. ممنون که وقت و انرژیتون رو به ما دادید، امیدوارم این زمانی که گذاشتید براتون مفید بوده باشه. در پناه خدا باشید. یا علی مدد. زاده شدم من این بار، آماده شدم من واسه این کار، ساخته شدم من بی تو.